خب بریم این سراغ ادامه بحث او پی و یک سر بیشتر با کلاس ها کار بکنیم خب این کودیه که جلسه قبل زدیم من این کود رو پاک میکنم و میام که یه کود جدید بنویسم خب تو این جلسه قرارش کار کنیم ما یه پروژه شاپینگ لیستی برای خودمون نوشته بودیم قرار اون پروژه رو بگیریم بخشی از قابلیت رو بیاریم داخل کلاس و اون رو به اصطلاح کلاس, بی... کلاس بیس کنیم میام اینجا میگم من یک کلاس شاپینگ کارتی دارم بعد اینجا یک آ... شاپینگ کارت دارم که برای من یک لیست و میگم خب اوکی بعد میام اینجا میگم من یه اینجا متد دارم به اسم اد پروداکت میگم که خب اوکی من جه اد پروداکت دارم میگم شاپینگ کارت من دات اپنت کن برای من پروداکت رو خب میام اینجا میخوام یه این سنس کلاسم بسازم میگم آقا کارت یک من میشه شاپینگ کارت یا آبجکتی از شاپینگ کارت بیا اینجا بگو کارت یک دات ات پروداکت و بهش بگو اپل بعد بیا اینجا برای من پرینت کن چی رو برای من پرینت کن کارت یک دات شاپینگ کارت و میگم خب اوکی بعد ساب میکنم ترمینالم بالا بیاد اینجا میام میگم پایتون ران دات پای خب میبینم که داره به من ایرور میده تایپ ایرور میگه شاپینگ کارت تو یه دونه پوزیشنال آرگ... آرگومان گرفته ولی تو بهش دو تا دادی میگم آقا من اینجا آرگومان هایی که تعریف کردم یه دونه است چجوری تو به من میگی که دو تا بهش دادم من اینجا یه دونه تعریف کردم یه دونم بهش پاس دادم تنها تفاوتی که متد با فانکشن داره بچا اینه که من وقتی دارم متد تعریف میکنم در آرگومان اول هر اسمی که براش تعریف کنم اینجا علی رضا فرقی نمیکنه در واقع خود کلاسه یعنی به چه صورته بس پرکتیس کامیونیتی به من میگه بیا اینجا بگو سلف و پروداکت خب من اینجا باید تو آرگومان اول سلف رو بهش پاس بدم که میگم آقا این سلف من کل این کلاسیه که داره تعریف میشه یعنی وقتی من میگم سلف قراره به تمام قابلیت های کلاسم دسترسی داشته باشم چرا من به این سلف احتیاج دارم الان اگر رام بگیرم میبینم ارور عوض شد نیم ارور خوندم میگه من چیزی به اسم شاپینگ کارت رو نمیشناسم وقتی ما داریم کلاس تعریف میکنیم و برای کلاسمون داریم یک سری متود ها تعریف میکنیم هر کدوم از این متود ها اسکوپش از دیگری جداست پس از بقیه جاها خبر نداره من باید سلف رو بهش پاس بدم که اگر نیاز پیدا کردم از چیزی داخل کلاس استفاده کنم که داخل متدم نیست این قابلیت رو داشته باشم پس من نمیتونم با شاپینگ کارت خالی و اتریبیوتی که تعریف کردم دسترسی داشته باشم حتما باید بیام میگم سلف داد کارت یعنی اتریبیوت همین کلاسی که آقا تو داری استفاده میکنه قرار نیست از جای عجیب غریبی بیاد برای خود کلاسه الان اگر رام بگیرم میبینم کد من دیگه هیچ اروری به من نمیده میگم خب اوکی میام یه دونه متد دیگه تعریف میکنم اسم متدمو میذارم چی شو پروداکت میگم آقا قراره تو فقط سلفو بگیری من هیچ ورودی دیگه ای نمیخوام اینجا میام میگم فور پروداکت این سلفتات کارت بیا برای من پرینت کن بگو اف استرینگ یه همچین چیزی بیا برای من بگیر پروداکت رو پروداکت رو پرینت کن میام خب اوکی بعد من اینجا دیگه نیاز به این پرینته ندارم میگم کارت یک داد شو پروداکت میام شو پروداکت رو کال میکنم خب اگر متد رو کال نکنم چه اتفاقی میفته هیچ اتفاقی پس من برای اینکه متد هم کار بشه کال بشه حتما من کارش کنم خب میبینم که داره درست برای من انجام میده داره پرینت هم برای من انجام میده خب من میام اینجای پرینت میذارم که جدا سازی انجام داده باشم میگم فرست کارت میگم خب اوکی okay. بعد اینجا میام میگم سکند کارت میگم خب اوکی okay. تو بیا اینجا برای من بگو به نانا خب میام اینجا میگم پایتون ران دات میبینم که داخل کارت دوم من به نانا رم اضافه کرد آقا این اصلا یه آبجکت دیگه است البته یک لحظه به من اجازه بدید من اینجا نیمینگ رو درست کنم بگم کارت دو و الان بریم رام بگیریم میگم پایتون ران داد پای میگم آقا من اینجا اومدم یه آبجکت جدید ساختم اد پروداکت زدم چرا تو داری به من بنانا رو داری اپل هم نشون میدی تو فقط باید به من بنانا رو نشون بدی میگم که ای خدایا چرا داره این اتفاقی میفته بذار من یه بار دیگه کارت یکم هم پرینت بگیرم بگم برای من شو پروداکت کن ببینم اون موقع چه اتفاقی میفته برای اینکه یه ذرم خوشکل تر بشه اینجا یک پرینت دیگه میذارم و اینا را از هم جدا میکنم یا خب اوکی این از این این هم از این میام میام پایتون ران داد پای میام این فرست کارت من اپل داخلشه سکند کارت من بنانا و اپل داخلش من اپل ات نزدم ای چرا تو فرست کارت من باز بنانا هست من اینجا فقط اپل رو کال کرده بودم اد زده بودم رو متودم چرا این اتفاق داره میفته این مشکلیه که بچه ها کلاس اتریبیوت ها دارن خب وقتی من کلاس اتربیوت رو به این شکل تعریف کنم هر آن چیزی که میوتبل باشه این unexpected behavior رو توی کلاس به من میده پس من بعد این نکته رو خیلی حواسم بهش باشه که آقا اگر دارم کلاس اتربیوت تعریف میکنم حتما باید این میوتبل باشه غیر قابل تغییر باشه که من unexpected behavior نگیرم خوب الان من باید چیکار بکنم آقا این همه تو داری میگی کلاس خوبه همه دارن میگن کلاس خوبه این که خیلی ضعف بزرگیه میگم که خب آها اینجا یک راه حلی وجود داره برای اینکه شما بیای کلاس تعریف بکنی میگم خب اوکی من باید چیکار کنم ما یک سری متد داریم که داخل پیشفرز هر کلاسی ساپورت میشه به اسم مجیک متد ها تو این ویدیو قرار نیست راجع به مجیک متدها ها صحبت بکنیم و میره برای دوره شیگرایی فعلا چیزی که میگم رو بپذیریم تا بتونیم از کلاسمون به درستی استفاده کنیم من بعد بیام اینجا یک متدی تعریف بکنم به اسم اینیت و بگم آقا این متد اینیت منه خب داخل اینیت و بعد بیام بگم self. دات شاپینگ من و اینجا شاپین کارد من قراره یک لیست خالی باشه میگم که خب اوکی این متد اینیت کارش چیه وقتی کلاس من داره ساخته میشه میاد برای من یک متغیری منحصر به فرد اون کلاس ایجاد میکنه خب الان بریم با هم رام بگیریم ببینیم این سری برای کدمون چه اتفاقی میفته میبینم که دیگه اون unexpected behavior تعریف کلاس attribute رو دیگه ندارم الان هر تعدادی هم که دلم بخواد محصول اد بکنم داخل آبجکت های دیگم اضافه نمیشه پس این ضعفیه که کلاس اتریبیوت داره چجوری میتونم این ضعف رو انجام ببرم اینه که من اگر قراره اتریبیوت در واقع میوتبلی تعریف بکنم بیام داخل متد اینیت تعریف بکنم داخل داندرز اینیت تعریفش بکنم میگم که خب اوکی خیلی هم عالی این نکته اساسیه که ما باید موقع تعریف کردن کلاس در نظر بگیریم که به اشتباه رفتار غیر منتظری نداشته باشیم خب فعلا دیگه با کلاس ها کاری نداریم اما نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که مبحث کلاس ها همینجا تموم نشده خیلی قابلیت ها داره خیلی مباحث هستن که هنوز گفته نشده ولی خب دوره رو خیلی طولانی میکنه توی دوره شیگرایی حتما به تمام مباحث کلاس ها میپردازیم